20 سال شاید داری مملکت و آبرو و حیثیت همه رو بردی و در بداغون کردی، انگاری داری رهبری میکنی میگردی توی 20 سال توی که میکاری، تا هم وقتی که میگی با مردم حرف میزنی با سیاست مدارا فرمان فران میگی آقا اینو گفت، حضرت آقا اینو گفت، ملاقاتی نداشتین و ندارین. پس دامون دو نفر به هر حال دستور رسیده بهت که جمع کنی به سطح، چون همینطور که این آقای فادی داشت با اسکایپ صحبت میکرد زدنش، نگاه کن والله انا هلا والله كنت على سكايب و... همینجوری شما رو راحت میتونن بزنن وقتی داری با اسکایپ یا با هر چیزی، چون تو که با اسکای آنلاین درساتو میدادی، با اسکای آنلاین درساتو میدادی و فرقی نمیکنه، چون سیستم همه اینها مدیریت اصلیش غیر ایرانیست و قابل شناسایی و خصوصا برای اسرائیل و خصوصا که برخلاف اون وعده ها و قول قرارهایی که تو از طریق دایت و چند تا نماینده دیگت تو این سالها به اسرائیل و جورج سوروس داده بودی، از کانال ظریف و اینا به جورج سوروس رسونده بودی، از کانال خانوادت به اسرائیل که تو چه هستی، اینها همه استراقصان مینام شد دیدن بابا از همه مرتجعتر هم تویی. همین حرفات نشون داد، حرفایی که زدی این خیلی مهمه، طلب علیت میکنم. عجب واژه را کجا در آوردی ها؟ طلب علیت یعنی چی؟ ما در فلسفه بحثی داریم، مبحثی داریم نام علت و معلول. آقا تو که درس هم نخوندی یا اصلا بدونی این یعنی چی، چیز شنیدی بعد واژه هم میسازی با خودت. طلب علیت میکنم من و بعد های حوض را گفتیم، های حتی را هم بگوییم. تو کجا این واژه ها و این استعمالات حتی در زبان عرب شنیدی که با مردم ایران و پارسی و آریایی که داری سخن میگی به از این مزخرفات برگور کنی؟ طلب علیت. بعد میگه امکان دارد که این توقف درس ها ادامه پیدا کند و امکانم دارد ادامه پیدا نکند. خود تصمیم گرفتی که باید پروژه براش داشته باشی، بدون کی وای میسته کی وای نمیسته، دنبال میخوای بکنی نمیخوای دنبال کنی، یکی از اون. و نکته دیگه اینه که خودت تو این یک دقیقه و 30 ثانیه که حسابی آبروریزی کردی لو میدی، خودت لو میدی که برای خودم داره میگه برای خودم مجهول است. مجهول بابا فارسی حرف بزن، بلد نیستی برو یک معلم فارسی بگیر فارسی حرف بزن. بچه‌هات از تو بهتر فارسی حرف میزنن، بچه‌هات چون رفتن مدرسه فارسی ایرانی. تو وقتی بچه بودی که بهتر فارسی حرف میزنی، حرف میکنی اینا برکل مجهول است. برای خود منم این مجهول است. خب وقتی میگه برای خودت هم مجهول است که آیا ادامه خواهی داد بعدن یا نخواهی داد، معلومه که امر فرمان دستور بهت دادن. و از طرف این دستوری که دادن، من یک خبر دیگه به اطلاع همه برسونم، مثل خیلی خبرهای دیگه که خب با مهر یزدان پاک ما به شما گفتیم و درست دار اومدیم. اینجا هفته پیش هنوز نرفته بود پزشکیان به نیویورک، من بهتون گفتم چی میخواد بگه و دقیقا همونی که من گفتم ایشون گفت و الان براتون پخش میکنیم امروز. اما به مشتبه خامنه ای میخوام اینو بگم که این یه دقیقه و نیم چگونه آبروی خودت همه رو بردی و بابات اینو من خبر دارم، بابات دیگه فهمیده که تو به درد رهبری نمیخوری. برای همین دوستان مهربان یاران عزیز
سیاوش اوستا در مهر ماهی که فرزندان عزیز ما در معدن طبس کشته شدند، در عمق 700 متری رفته بودن زغال سنگ بیارن بالا، گاز متال اینا رو کشت و انفجار صورت گرفت و این انفجار مشکوک هست، چون اینا اعتراضات حقوق بهتر داشتن و این اعتراضات اگر شدت میگرفت آبروی اینا بیشتر میرفت، اینا انفجار به وجود آورد. این کار خود اینا گفتن که این انفجار بود. حالا در چنین شرایطی و با چنین گواهی من میخوام به شما عزیزانم بگم که خود سید علی خامنه ای تصمیم قاطع گرفته، همین رباتی که جاش هست به هر حال، که فرزندش مشتبه خامنه ای جاش نشینه. برای همین امروز که من دارم با شما صحبت میکنم در پنج شنبه، مجلس خبرگان از 9 بامداد تشکیل شد. جلسه هم استراری است. در این جلسه هیئت رئیسه با رؤسای کمیسیون های مختلف تشکیل جلسه میدن. تا رهبر موقت رو برای آینده انتخاب کنن. تا کنون 2 نفر توشون بود که دو نفر میخواستن انتخاب بکنن. یکی رئیسی بود که کشتنش و یکی هم مشتبه بود که به خاطر همین کارهایی که کرده و چه و چرت دیگه باباش هم حاضر نیست که عنوان جانشین خودشون رو بگذاره. قضیه جانشینی و رهبری مشتبه خامنه‌ای مندفی است. الان خبرگان داره میگرده همین امروز و اینا میرن پیش خامنه‌ای و با خطی که خود خامنه‌ای خواهد داد 2 نفر دیگه انتخاب خواهند شد به عنوان رهبری و احتمال این رو من میدم بهتون بگم که شورایی بگذارند با عنوان شورای رهبری. یعنی خبرگانی که امروز تشکیل میشه در پایان جلسه قطعا تصویب خواهند کرد که شورای رهبری باشه و تو این شورای رهبری بین 3 تا 5 نفر رو خواهند گذاشت. اینم برای مشتبه که بر انگلیس هر جا دلش میخواد عشق کنه و واقعی باباش زنش حداد عادل که از نوچه های دکتر حسین نصر هست. دکتر حسین نصر ایشون تشریف دارن الان در خارج هستن و ایشون از رهبران بلند پایه حزب بنی هاشم هستن، سید حسین نصر. و ایشون حالا بی قضیه الان نمیخوایم بپردازیم، ایشون چند تا از شاگرداش تو قدرتن از روز اول، از جمله همین حداد عادل هست. این کیفکش دکتر حسین نصر بود که حالا از روزهای نخست انقلاب اونجاست و دختر خامنه ایرم دخترشو برای مشتبه خامنه ای گرفتن و حالا ببینید که این آبروی دیدید، حتما بسیار دیدید، ولی این بار با دقت گوش کنید سخنان عربی که یک کسی که میخواد رهبر ایران بشه اونم واژه‌ای خلق میکنه. هی حوض هی حتی رو گفتم، یعنی اول و دوم گفتم، بعد طلب علیت، این حرفا یعنی چی مشتبا؟ برو زبان یاد بگیر، یا عربی حرف بزن یا فارسی. که دادم این کلمات خدمت شما دوستان عرض میکنم، پدر بزرگوار بنده هم از این مطلب خبر ندارن، صرفا با 2 نفر که یکی از اونها از دوستان همین مباحثه است و یکی هم یکی از نزدیکان هستن، من این مطلب رو در میون گذاشتم. ممکن است که این مطلب همیشگی باشه و ممکن است که موقت باشه. فعلا بر بنده این مطلب مجهول هست، لذا حالا استحلال با های حوض رو کردیم در مقام استحلال با های حوتی
از دوستان عزیز طلب حلیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب حلیت میکنم و باز توصیه مؤکد دارم که به هیچ وجه مباحثه فقه و اصول و شرکت در اون جلسات دیگری که برگزار میشه توسط اساتید، البته اون جلساتی که واجد شرایط لازمه هستند که خودتون تشخیص میدید یا راهنمایی اشخاصی ممکنه به این جهت کمک بکنه، این رو حتما از دست ندن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ما دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. 40 سال اینو داره سیاوش اوستا میگه و من به زبان بی زبانی در کتابهای خودم، در نوشتهای مقالهی خودم، در برنامه های رادیو تلویزیون خودم تو این 40 خورده سال گفتم که وقتی میگم